نیم قرن تجربه برای مهمترین دانشگاه صنعتی ایران. استادان، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 50مین سالگرد تأسیس دانشگاهشون رو جشن گرفتن. دانشگاهی که حالا در همه مجامع علمی جهان شناخته شده است و در زمینه مهندسی، علوم پایه، اقتصاد و فلسفه علم حرفی برای گفتن داره. سطح بالای علمی شریف باعث شده رقابت زیادی بین کنکوری‌های ریاضی برای کسب عنوان دانشجوی شریف شکل بگیره. اگر یکی از خروجی‌های این دانشگاه رو بخوایم نام ببریم، همین ربات جراح سیناست که امروز رونمایی شده. اما چهره‌های سرشناسی از سیاسیون گرفته تا ورزشکاران و هنرمندان در این دانشگاه درس خوندن یا تدریس می‌کنند. جالبه بدونید شریف علاوه بر مفاخر علمی، افتخار حضور شهدای زیادی رو هم داشته، از شهید شریف واقفی که نامش روی دانشگاه گذاشته شده تا محسن وزوایی و مصطفی احمدی روشن. گزارشی ببینید از تاریخچه این دانشگاه تا در این باره با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. کمتر کسی تصور میکرد در سال 1345 54 عضو هیئت علمی و پذیرش 400 دانشجو یکی از ستونهای دانش فنی کشور را در سالهای پیش رو پایه‌ریزی کند. اما این مهم میسر شد. اگر دارالفنون زمینه آشنایی ایرانیان رو با دانشهای نو فراهم کرد و اگر دانشگاه تهران یک ساختار منظمی برای آموزش رشته‌های متنوع در کشور به وجود آورد، دانشگاه شریف ارتقاء کیفی بسیار جدی در سطح آموزش و پژوهش ایجاد کرد. دکتر مشاهدی نماد این دانشگاه به حساب میاد و به همین مناسبت جایزه نوآوری دانشگاه به همین نام خونده شده. دکتر محمدعلی مجتهدی گیلانی بعد از کالج البرز دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان میراثی گرانقدر با الگوبرداری از شعار دانشگاه MIT آموزش از نوع حل مسئله بنیان گذاشت. حالا این مسائل میتونن مسائل تکنیکی و فنی باشن، از قبیل مسائل به اصطلاح هسته‌ای، کمک به صنایع دفاعی، میتونن مسائل زیست محیطی باشن مثل مقولاتی که در دریاچه ارومیه پیش آمده. مجموعه دانشجوها و استادای مخزن فکری درست کرده. طراح بنای ساختمان‌های اولیه این دانشگاه همان معمار برج آزادی است. It's as good as ETH or Caltech. It's better than Caltech for mathematics and physics. It's more rigorous. You know? So I would put Sharif in the top 10. The chairman of that department has said that without a doubt the finest university in the world preparing electrical engineers undergraduate is Sharif University in Tehran. کسب مقام نخست مسابقات ریاضی دانشجویی برای 21 دوره متوالی، کسب نشان درجه 1 دانش در بین استادان این دانشگاه، بیشترین اعضای فرهنگستان علوم در بین دانشگاه‌های ایران، پر استنادترین دانشمند ایرانی، تنها برنده عالی‌ترین مدال ریاضی جهان، تنها بخشی از افتخارات دانش آموختگان و مدرسان این دانشگاه است. And those of you who have been admitted to the prestigious Sharif University have been given a great opportunity. آرزوی هر جوان تحصیل کرده و فکر از دانشگاه شریف یه روز فارغ التحصیل بشه و من خدا رو شکر می‌کنم که این اتفاق واسه من سال 67 افتاد و بهترین دانشگاه فنی ایران قبول شدم. حاصل 50 سال فعالیت این دانشگاه، تربیت بیش از 50,000 دانش آموخته است که با رتبه‌های 1 تا 100 آزمون سراسری این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کردند. امید که بیش از پیش این دانشگاه تواند در حل کنکاش و مدیریت کشور مشارکت داشته باشد. معاون دانشجویی دانشگاه شریف به همراه سرپرست تیم ربات جراح سینا در تحریریه با ما هستند. سلام، خیلی خوش آمدین. چون امروز روز جوانم هست، اجازه بدین از دکتر میرباقری شروع کنیم. آقای دکتر، این ربات جراح سینای شما گفته شده که رقیب داوینچی آمریکاییه. چه مزیت‌هایی نسبت به اون داره؟ اصلا قابل رقابت هست با داوینچی؟ بله، بزرگترین مزیت در واقع اینکه این ربات یک ربات ایرانیه. 100% برای مردم ایرانه و یک ربات ملیه که توسط بهترین جوانان این مملکت 12 سال در دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده. طبیعتاً مزیت‌هایی داره به لحاظ تکنولوژی عمل کردی، از مکانیزم‌های خیلی جدیدتری استفاده می‌کنه که هزینه تعمیر نگهداری ربات رو خیلی ناچیز می‌کنه در مقابل ربات داوینچی که سالانه $200,000 هزینه تعمیر نگهداری داره. علاوه بر اون، ربات داوینچی از ابزارهای خاصی استفاده می‌کنه که هر ابزار $4,000-5,000 هزینه مصرفی داره. با
باز ربات سینا با این ایده طراحی شده که همون ابزارهای متداول جراحی که در اتاق عمل وجود داره در دست میگیره و عمل جراحی رو به صورت از راه دور امکان پذیر میکنه. مزیت اصلی در واقع به این ترتیب میشه که دیگه جراح بر بالین بیمار نمیایسته و در اون شرایط خست و خستگی در شرایطی که جراح خیلی خسته میشه قرار نمیگیره و در یک شرایط راحت تر جراح میشینه و عمل جراحیش رو انجام میده. ربات میتونه حرکت هایی که از دست جراح دریافت میکنه رو مقیاس گذاری بکنه به این ترتیب که جراح یه حرکت بزرگتری رو انجام میده و ربات میتونه یک پنجم یا یک دهم اون رو اجرا بکنه. به این ترتیب لرزش ها قابل حس است. الان موانع شما برای آزمایش انسانی ربات جراح سینا چیه؟ مانع خاصی وجود نداره. یک مسیری هست که باید طی بشه. تعدادی در واقع عملهای حیوانی تعدادش افزایش پیدا بکنه که این هم در واقع با حمایت دولت محترم امکان پذیر شده. قرار هست که در سه مرکز آموزشی منتخب عملهای حیوانی این سیستم به تعداد زیادتر انجام بشه و بعد از اینکه در واقع این تعداد عملها به اندازه کافی رسید و ارزیابی ها روی حیوان انجام شد، مجوز ارزیابی های بالینی روی انسان اخذ بشه و ربات حدودا چقدر طول میکشه؟ یعنی ما کی میشناسیم؟ حدود دو سال انشالله. دو سال این فرایند، یعنی دو سال دیگه شما میتونید آزمایش انسانی انشالله. چند تا نمونه انسانی رو وقت باید عمل کنین تا اجازه بدن که این تجاری بشه؟ اینو دیگه باید اداره کل تجهیزات پزشکی در واقع تصمیم میگیره. ما هم کار میکنیم با اداره کل که این استانداردها تدوین بشه برای اولین بار در کشور و انشالله این مجوز ها آماده بشه. آقای دکتر بوسیقی وحدت، شما اتفاقا تخصصتون ظاهرا مهندس پزشکی است. چقدر از ربات جراح سینا راضی هستین و فکر میکنین که قابل هست برای اینکه یه روزی تجاری بشه؟ قابلیتش بسیار بالاست. ما کلا برای تجاری سازی تو کشور یه مشکلات دیگه ای داریم به جز مسائل علمیش که ما امیدواریم همه اینا حل بشه. چیه؟ قانونیه؟ نه، موارد تجاری سازی خیلی موارد در واقع بعد یه سری چیزای خاصی هستش که مثلا شما میخواهید یه چیزی رو تجاری بکنی، مسائل سرمایه گذاریش و مسائل مثلا کارخونه ها و تمهیدات و آوردن قطعه ها و یه سری چیزای اینجوری هست که گاهی اوقات ما رو در واقع نگه میداره. بعد گذاشتن اینها کنار هم تکنیک هایی هست که باید بیشتر روش تمرین بکنیم. آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره کردیم. دانشگاه شریف از بنیانش قرار بوده که دانشگاه مسئله محور باشه، پروژه محور باشه و قطعا اگر بتونه مسائل بخشای مختلف رو حل کنه قطعا سرمایه سراغش میاد، استقبال ازش میشه. همین الان بیمارستان های ما یه عالمه تجهیزات با قیمت های گرون دلاری و ارزی و یورویی از خارج میخرن. اگه واقعا شما بتونید مسائل اونا رو حل کنید، فکر میکنید از شما خرید نمیکنن؟ یعنی مشکل پوله یا مشکل جاهای دیگه؟ ما تو کشورمون پول به حد کافی داریم، سرمایه گذار داریم، آدم دلسوز داریم، افراد علمی که یک کاری را از صفر تا صد هم انجام بدن داریم. منتها یه سری زنجیره است، یه حلقه هایی کنار هم باید باشه. شما نکته خوبی رو گفتید، مثلا تجاری سازی. شاید اینکه چه جوری باید این تجاری سازی انجام بشه مسئله ای هست که ما باید بیشتر روش کار بکنیم. ما یه سری موارد مخصوصه از صفر تا صد مربوط به پروژه ها رو در حال حاضر داریم توی دانشگاه شروع میکنیم روش کار کردن که بچه ها بتونن محصول هایی رو که روش فکر میکنن و مسائل علمیش رو حل میکنن به مراحل تجاری سازی برسونن. شما دیدید مثلا توی دانشگاه ها برای خیلی از مواردی که دانشجوها به یه ایده ای میرسن تا اینو بخوام به تجاری برسونن باید یه قدم هایی برداشته بشه که خیلی وقت باید اینا رو بردارن. صنعت باید اینو برداره، دولت باید برداره، کی باید این کارو بکنه؟ این سوال خیلی خوبه. چون همه میگن باید این بشود ولی هیچ وقت هم نمیشه. نه، ما الان توی دانشگاه داریم یه فعالیتایی رو انجام میدیم. در واقع مثلا شما به مسابقه موتورهای الکتریکی نگاه کنید توی دانشگاه شریف برگزار میشد، ما از بچه‌ها می‌خوایم 0 تا 100 کار رو خودشون انجام بدن که بچه‌ها از اول یاد بگیرن ببینن مشکلاتشون چیه. اون وقت این وسط یه سری در واقع حلقه های دیگه هستش که دانشگاه داره سعی میکنه تو معاونت پژوهشی و اینها اومدن دست به دست هم دادن که اینها رو بیان در واقع جبران بکنن. یعنی الان مثلا کسانی هستن به اسم سرمایه گذاری های خطرپذیر که اینا باید بیان برای اینها سرمایه گذاری بکنن. اتفاقا این که میگید سرمایه هست، پول هست، اینها، این که در کجا ها صرف بشه، آره بله. این که این سرمایه ها چجوری صرف بشه و اون کسی که سرمایه دار هست، ما خود بخش دولتی رو هم میگیم گاهی اوقات به خاطر اینکه دنبال مواردی هستن که میخوان زود جواب بگیرن ناامید میشن. آقای دکتر، از این 50 سال فعالیت که حدود 45 سال فارغ التحصیل داره، چقدرشون اینجا، چقدرشون بیرونن؟
ارتباطشون با دانشگاه چجوریه؟ ما یه مشکل کلی که داریم اینه که من این زنجیره هایی که خدمتتون گفتم یه بسترسازی لازم داره. اینکه مثلا خیلی از بچه‌های ما شاید مثلا به سطح‌های خیلی خوب میرسن بعد میرن خارج کشور مثلا بر نمیگردن، اصلا به این دلیل نیستش که اینجا رو دوست نداشته باشن، واقعا دل همه اینجاست. ولی این زنجیره ها وقتی کامل بشه ما میتونیم همه اینا رو جذب کنیم. اینا رو که باید کامل کنه، ما تو دانشگاه وظیفه خودمون میدونیم که این کارا رو سراغش بریم، ولی این وظیفه همه است، وظیفه سرمایه گذاران و کسانی که در واقع به فکر مملکت هستن. شما توی فرمایشات مقام معظم رهبری ببینید دقیقاً دغدغه‌ها رو همینه. بس. اصلا بحث اقتصاد مقاومتی رو اینه که بس. ما همه دست به دست هم بدیم ان شاء الله بتونیم این موارد رو تکمیل بکنیم. خیلی متشکرم از شما. ادامه خبر 21 رو با هم می‌بینیم.